برنامه پند حقیقت آشکار همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. جوانی بود راهی خانه، مست و خراب زمی خانه، دلش بود پر از غصه، زندگی بر باد رفته. در خانه مادر پیرش دعا می کرد برایش، ای مسیح منجی عالم، نجات فرزندم. در خانه مادر پیرش دعا می کرد برایش، ای مسیح منجی عالم، نجات فرزندم. دائم مادر بر زانوانش دعا می کرد در اتاقش، تو ای خداوند مسیحا، نجاتش ده ز گناه. ولی جوان بی خدا پر از درد و رنج و آه، می کرد اصرار این ادعا، خدا نیست همدم ما. ولی جوان بی خدا پر از درد و رنج و می کرد اصرار این ادعا، خدا نیست همدم ما. سالهای زیاد گذشته، خانه لطفی نداره، مادرش زین دنیا رفته، او را تنها گذاشته. بر سر قبر مادرش ریزد همی اشکایش، صدای مادر پیرش میشنود در دلش. بر سر قبر مادرش ریزد همی اشکایش، صدای مادر پیرش میشه نبد در درش. بر سر قبر پشیمان، پوزش میخواست از مادرش. کنم ز مسیح پیروی همیشه در زندگی، دعای مادر پیر را خداوند جواب داده. جوان نزد قبر مادر در دعا زانو زده، دعای مادر پیر را خداوند جواب داده. جوان نزد قبر مادر در دعا زانو زده. گر مادر دل سوز داری، تو نیز ای دوست خوشبخت هستی، زیرا هر شب کند دعا بهر تو نزد مسیحا. بسپار به او زندگیت تا او باشد حیاتت، حال بین قدرت دعا را که میشکند قلبا را. بسپار به او زندگیت تا او باشد حیاتت، حال بین قدرت دعا را که میشکند قلب را.
دوستان و هموطنان بسیار ارجمند و گرامی، شما را به این برنامه خوش آمد گفته و از حضور خدای متعال خواهان سلامتی شما هستم. امیدوارم این برنامه که میشنوید پی ببرید که در کنار مسیح چه میگذره و اگر در کنار مسیح نباشیم چه میگذره. پس برای این منظور ابتدا دعا میکنیم تا خود عیسی مسیح به ما این حرفا را یاد بده. خداوندا، در نام عیسی مسیح به حضورت آمده و از درگاه مبارکت میخواهیم که قلبهای ما را لمس کنی، ذهنهای ما را باز کنی و روح پذیرا به ما عطا کنی، دل گوشتی عطا کنی تا کلام تو را که میشنویم پی ببریم که هیچ جا مثل کنار وجود تو نخواهد شد. پس ما میخواهیم امروز بدانیم در کنار تو چه مزایایی داره، چه برکاتی هست و اگر در کنار تو نباشیم چه میگذره. اینها را به نام مسیح و برای جلال نام تو ای پدر طلبیدم، آمین. عزیزان، قسمتی از کلام خداوند را براتون قرائت خواهم کرد و تا اندازه‌ای شما روشن میشید مطلب درباره چیست. از انجیل یوحنا باب 6 آیه 63 تا 69 براتون قرائت میکنم. انجیل یوحنا باب 6 آیه 63 تا 69. عیسی مسیح فرمود: روح است که زنده میکند و اما از جسم فایده ای نیست. کلامی را که من به شما میگویم روح و حیات است، ولیکن بعضی از شما هستند که ایمان نمی آورند، زیرا که عیسی از ابتدا می دانست کیانند که ایمان نمی آورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. پس گفت: از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمی تواند آمد مگر آنکه پدر من آن را به دو عطا کند. در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. آنگاه عیسی به آن 12 گفت: آیا شما نیز می‌خواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. پتروس میگه پیش کی بریم؟ چون عده‌ای گذاشتن رفتن، گفتن کلام عیسی مسیح خیلی سخته، انجام دادنش خیلی سخته. پس عیسی مسیح برگشت گفت: شما هم میخواید برید؟ به این 12 نفر شاگرد. پتروس برگشت گفت: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست و ما هم ایمان آوردیم و شناختیم که تو مسیح هستی، پسر خدای حی. امروز شما پیش کی میخواهید برید؟ پس موضوع اینه که چرا پتروس و شاگردان نخواستند برن؟ چه چیزی در کنار مسیح بود که اینها نخواستند برن؟ البته پتروس گفت کلمات حیات جاودانی، اما بگذارید که بیشتر ما دقیق بشیم روی این کلمه که کجا برویم. در کنار مسیح عزیزان آزادی از غم و غصه و گناه است. در اشعیا باب 53 از 4 تا 6 میخوانم، میگه: لکن عیسی مسیح غمهای ما را بر خودش گرفت، دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آن که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. عزیزان، پتروس و شاگردان فهمیده بودند که در کنار مسیح
انسان از غم و غصه آزاده، احساس گناه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مسیح تمام غم و غصه ما را بر خودش گرفته، مسیح تمام گناهان ما را بر خودش گرفته. و از این نظر وقتی ما پیش مسیح هستیم یک احساس دیگری داریم. پس در کنار مسیح بودن اولین برکتی که یاد میگیریم وجدان راحت، روحی آسوده، شاد، آرام، فکری پر از طراوت، با صفا، دور از غم و غصه و گناه. این اولین برکتی بود که ما در کنار مسیح دیدیم. پس فراموش نکنیم که عیسی مسیح چون تمام غم و غصه های ما را برداشته، گناهان ما را برداشته، ما احساس خیلی شاد و خوشحالی در کنار مسیح داریم. نکته دوم، کلام خداوند میگه عیسی مسیح ما را از ترس مردن آزاد کرده. عزیزان، امروزه مردم از مرگ میترسن. بعضیا البته خودفریبی دارن، میگن ما از مرگ نمیترسیم، اما در حقیقت مرگ یک هیولایی است که همه ازش میترسن. اما کلام خداوند میگه که عیسی مسیح ما را از این ترس آزاد کرده. کلام خداوند میفرماید همچنان که ما جسم و خون داریم، اون هم در خون و جسم شراکت پیدا کرد، عیسی مسیح، و به وساطت مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه کرد و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد کرد. عزیزان، عیسی مسیح کفاره گناهان ما شد. خودش عذاب کشید، تجربه دید و استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت کند، کمک کند. عیسی مسیح به جای من و شما ذائقه مرگ را چشید، روی صلیب ذائقه مرگ را چشید. او را کشتن، اما روز سوم از قبر زنده شد. او مرد تا گناهان ما را دفن کنه و قیام کرد تا ما را نزد خدا عادل بگردانه. پس ما را از ترس مرگ آزاد کرد. یعنی وقتی انسان در کنار عیسی مسیح است از مرگ نمی ترسه. چرا که عیسی مسیح گفت من به من ایمان داشته باشید، من براتون جا درست کردم، میام شما را میبرم پیش خودم. یعنی نقل مکان میکنیم. به ما اطمینان داده که وطن ما اونجاست. در قلب و وجود ما یک صدایی هست که صدای خداست. صدای خداست که میگه تو فرزند من هستی، تو وارث من هستی، تو نخواهی مرد، تو حیات جاودانی داری. و این امکان فقط به ما دست میده وقتی که ما عیسی مسیح را دعوت میکنیم بیا تو قلب ما. پس نکته دوم عزیزان اینه که عیسی مسیح در کنارش ما احساس آزادی از ترس مرگ میکنیم. نکته سوم، ما در کنار عیسی مسیح از وابستگی های دینی و مذهبی و وابسته به مقدسین آزاد احساس می کنیم. یعنی حس نمی کنیم که ما احتیاج به یک مقربی داشته باشیم، احساس نمی کنیم که ما احتیاج به یک مقدسی داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه مسیح ما را خرید، از گناه ما را خرید و با خدا، خدای یکتا مصالحه داد. یعنی الان وقتی کسی عیسی مسیح را به قلبش دعوت میکنه و میگه مسیح تمام گناهانم را میدم به تو، غم و غصه هامو میدم به تو، منو آزاد کن، بلا فاصله این شخص احساس میکنه که یک رابطه خیلی مستقیم با خالق خود پیدا کرد. و این احساس احساس نیست، یک حقیقتیه که ما با احساس این حقیقت را درک میکنیم.
پس ما را از وابستگی های به مقدسین آزاد میکنه. عزیزان، شما احتیاج ندارید به زیارتگاه ها برید، احتیاج ندارید به مقدسین دعا کنید، چون اونها همه مردن، قبراشون هست، دفن شدن و اونها رفتن جای ابدیشون. اما فقط عیسی مسیح که وقتی کشتن و گذاشتن تو قبر، بعد از 3 روز این زنده شد، این جسم، و خودش را در عرض 40 روز با آیات و معجزات ثابت کرد، نشان داد. و وقتی ما در کنار یک چنین شخصی هستیم، در کنار عیسی مسیح هستیم، همینطور که پتروس گفت ما نزد که برویم؟ چون نزد تو احساس عجیبی داریم. ما احساس وابستگی دیگه نمی کنیم. ما نمی ترسیم که فلان مقدس بزنه تو سر ما. ما دیگه از این پیغمبر و اون امام آزاد هستیم. بعضیا میگن ما هیچ پیغمبر و اینا را باور نداریم، فقط به یک خدا ایمان داریم. اما نمی دونن این خدای لاینتناهی چه شکلیه، کجاست، چه رنگیه، خاصیتش چیه؟ خدا خدای لاینتن بی نهایته. تو وقتی میگی خدا را ایمان دارم، یعنی به چی ایمان داری؟ اما همین خدای لاینتنایی، همین خدای واحد در عیسی مسیح اومده و تو را، مرا از وابستگی ها آزاد کرده، از ترس ها آزاد کرده، از غم و غصه آزاد کرده. پس وقتی این خدا در عیسی مسیح خودش را ظاهر کرده، ما عیسی مسیح را میپرستیم، چون که خدا را میپرستیم. وقتی مسیح را میپرستی یعنی خدا را میپرستی، چون که تمامی پوری خدا در عیسی مسیح قرار گرفته، چون که عیسی مسیح مظهر خدای واحد شده. و وقتی شما حمد و ستایش میکنید، وقتی او را میپرستید، وقتی او را سجده میکنی، یعنی در حقیقت همان خدای واحد را شما پیدا کردید و میپرستید. پس اشتباه نشه، ما عیسی مسیح را وقتی میپرستیم، یعنی در واقع خداوند را، خدای واحد را میپرستیم. نکته 4، عیسی مسیح ما را از ناامیدی در زندگی آزاد کرده. وقتی در کنار عیسی مسیح هستیم، از ناامیدی در زندگی آزادیم. یعنی یک نوع ایمان عجیب و قوی به ما دست میده، یک امیدی به ما دست میده. یک روز یک شخصی بود که اومد عیسی را گفت: عیسی بیا، دختر 12 سالم در حال مرگ، و بیا او را زندش کن، بیا او را شفاش بده. و وقتی در راه داشتن می اومدن، از خانش خبر رسید که دخترت فوت شد. پدر حال به حالی شد، رنگش باخت، ناامید شد. اما عیسی مسیح بلافاصله نگاه کرد به پدر و گفت: نترس، ایمان آور و بس، دخترت زنده است. و رفت دختر را زنده کرد. در همون حال یک زنی بود که 12 سال به مرض استحاضه، یک مرض زنانه، گرفتار بود، خون ریزی داشت. 12 سال ناامید شده بود از دکترها، تمام پولاش را صرف این شفا کرده بود، اما هیچ نتیجه که نه فقط نگرفته بود، بلکه بدتر هم شده بود. پس با یک ناامیدی اومد پیش عیسی مسیح، در کنار مسیح، و در فکر خودش گفته بود وقتی دامن ردای او را لمس کنم شفا خواهم یافت. و همینطور هم شد. وقتی لباس مسیح را لمس کرد، شفا بلا فاصله آمد، یک نیرو از او خارج شد، از مسیح، و او را شفا داد. و عیسی مسیح گفت: برو، ایمان تو را هم نجات داد. عزیزان، در کنار مسیح ما ناامید نمیشیم، بالعکس. اگر امروز کسی ناامیده، بیاد پیش مسیح، بیاد مسیح رو قبول کنه، بگو مسیح جان بیا تو قلب من، بیا منو امیدوار کن، این حس ناامیدی، این روح ناامیدی رو به تو میدم، این بار سنگینم رو به تو میدم،
این گرفتاری و بدبختی و سختی خودم را به تو میدم. منو آزاد کن، منو امیدوار کن، بیا به من نجات بده، مرا از غم و غصه برهان. و عیسی مسیح بلا فاصله این کار را برای شما خواهد کرد. پس وعده های عیسی مسیح چون ابدی است، بلی و آمینه، و چون عیسی مسیح آمد به ما حیات جاودانی عطا کرد، بیایید با هم جانانه دعا کنیم و بگیم ای عیسی مسیح، من هم میخوام در کنار تو باشم. نزد که بروم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. من هم به تو ایمان آوردم و شناختم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. منو از غم و غصه آزاد کن، منو از ترس مرگ آزاد کن، منو از وابستگی های انسان های مرده و زنده آزاد کن و منو از ناامیدی برهان. و امروز میخوام مثل یک پروانه، مثل یک کبوتر آزاد در هوای آزاد در این آسمان لاینتناهی پرواز کنم، بال بزنم و شادی کنم. ای مسیح، مرا هم داشته باش، مرا هم فرزند خودت بکن، زیرا به نام خودت مسیح میطلبم، برای جلال نام پدر. آمین. جایگاه آرامش ما در کنار مسیح، خلاصی از درد و گناه در کنار مسیح. ای پدر سماوی، مشتاق تو هستی، امداد نما تو باشی در کنار مسیح. جایگاه شادی و صفا در کنار مسیح، میادگاه همه ما در کنار مسیح. ای پدر سماوی، مشتاق تو هستی، امداد نما تو باشی در کنار مسیح. جایگاه آزادی ما در کنار مسیح، منبع شادی و امید در کنار مسیح. ای پدر سماوی، مشتاق تو هستی، امداد نما تو باشی در کنار مسیح. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار
باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. داریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.